سترنام حسین و بابت چون حجاب زینب است محتجب لفظ حجاب از احتجاب زینب دانش آموز علی و خواهر ناموس دین کی داد مجل سر قرآن کتاب زینب گرفتن حرمش از مزارش گر صدای سوز و سازی بشنوی آن صدای سوزش قلب کباب زینب من عاشق این بیتم از میان جاش بوی حسین آید باید کهن پیران گمانم در مزار زینب تا لحظه آخر میگو عبدالله پیران داداشم و بدم پیران خونی ها میگرم هی میبوزید میبوید گریه میکرد میگفت به خدا به همین پیرانم ره نکردن آخه ماجرا اینه همه روز خونا خیلی اوقات میگن آقا یه پیرن کهنه کجا پیرن کهنه بوده مگه مادر بخواد به فرزندش یه پیرهن بده پیرن کهنه میده یه عمر حضرت صدیقه زحمت این پیرهن رو چشیده نشسته با دستای خودش این پیرن رو برای حسینش دوخته پیرن کهنه میده نه اما لحظه آخر که ابی عبدالله میخواست بره گفت جمشید پیرنو گرفت خودش شروع کرد پاره پاره کردن همه تعجب که این چه کاریه میکنه آقا لحظه آخر فهمیدن ابی عبدالله میخواست یه پیرن براش بمونه اما نانجیبا پیرنم بردن قربون قربتت برم حسین آی 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 جامعه یاران سیاه جامعه یاران سیاه محمل و پرچم سیاه یادگار زینب همه بدنش برا داداشش سیاه کبود خانم جان پرچمت اینو خانم داره میگه ها من برای تو خواستم مد بخونم هم شما با مد گریه میکنی یه موقعی من باید حرف بزنم برای تو پرچمت گر سرنگون شد یه نگاه کرد به گودال داره با داداشش میگه پرچمت گر سرنگون شد من نگه میدارم غم مخور بعد از تو پشتیبان پرچم زینب خودم یه جنه هوای همه رو دارم ملجه لحرم تا ظهر اگر عباس بود شب نگهبان در کنار نهر الغم زینب
آی برا تنهاییت بمیرم خانوم. میگن بی بی از خیمه ها بیرون اومد. بذار دیگه هر جا که دلم رفت براتون بخونم روزه رو. دید دو تا بچه دست گردن هم انداختن قش گردن. بچه مگه چقدر توان داره؟ این همه ظلم، این همه بی ادبی، این همه وحشت. بچه ها قش گردن وایساد بالا سرشون بیدارشون کرد. خواهران اگه تو مکتب زینب میاد، اگه تو مکتب حضرت زهرا میاد، این مکتب اینطوریه. هیچ سوالی نکرد که عمه جان، عمه جان، عمه جان بابام کجا؟ صورتم زخمی شده. عمه جان هم مصیبات و همه رو فراموش کرد. در لحظه گفت عمه جان ببین حجابم درسته یا نه. من نمیدونم چطور بوده که بی بی این جوابو میده. در لحظه نگاش میکنه میگه عمه تو که مثل اون قصه نخور، منم مثل تو هم دیگه آستین پارمون رو سرمون میگیریم. قصه نخور، بگذار ناله از جگر خود برآورم، جانم بگیر تا شب غم را سر آورم. وقتی برای گریه ندارم نگاه کن، باید که کودکان تو را در برابرم. داداش به خدا حواسم به بچاته، اما جسمی نمانده تا که سپر بیشتر جود، چشمی نمانده تا که دو چشمی ترابرم. باید دو چفل بی نفس زخم خورده را از زیر خارهای بلا پر پرا برم. چند تا کار مونده دادا، شام غریبونه، باید که چند کودک ترسیده تو را از خیمه های مانده در آتش. به خدا ما یه سری روزه ها رو براتون نمیگیم. شاید خیلی روزه خونه هم نگن، خیلی از علما نگن، خیلی روایات هست. همین بیت رو دوباره برات میخونم، به والله این روایت هست. باید که جنگ بودن که ترسیده جرم از خیمه های مانده در آتش در آورم. تا زاربان نیامدم انگوش را بلند کن، باید ربم ز دست تو انگوش در آورم. داداش باید برای دخترکان یتیم تو قدری بگردم و دو سه تا مجر آورم. همه را آرون کرد، یه نگاه میکرد میگم پاشو عباس، به خدا جوان ندارم، از زور همه بچه ها رو دارم جب میکنم. همه را آرون کردم، بالاخره این نانجیبان دلشون، نمیگم رحم اومد، اصلا به هر دلیلی تموم شد کارشون. کشتن مردا رو، کشتن زنا رو هم اسیر کردن، بودن حالا آب و آزاد کردن. فکر کردن دارن خوبی میکنن، دارن لطف میکنن. آبو که آزاد کردن همه بعضی ها ای آبو نگاه میکردن، گریه میکردن، یه سری آسم جل غمه گریه میکردن. دیدن سکینه آبو رو زمین میریزن، امو حلالم کن.
اصل حرفم مونده یکی دو ساعت که گذشت همه آبو خوردن همه رو ساکت کرد بیبی بچه هم که جونی نداشتن بگم ساکت شدن همه بیهوش افتاده بودن وحشت کردن اما عمه هنوز هست بیهوش همه افتادن یه دفعه دید صدای گریه بلند شد دوید اومد بین خیمه های نیم سوخته ای نگاه میکنه ای رباب تو داری گریه میکنی همه رو ساکت کردم عروس مادرم این چه کاریه الان میان دوباره سمت خیمه ها آروم باش عزیزم گفت دست از دلم بردارین تا یه ساعت پیش ای کاش من آب نمیخوردم تا یه ساعت پیش علی داشتن شیر نداشتن از وقتی به ما آب دادن شیر دارم علی ندارم بس کن رباب هر من بیدار می شود بس کن جان رباب بس کن سمت دوبار خنده انزار می شود خانومی بود در کوفه شاگرد کلاس درس قرآن همین خانوم حضرت زینب به نام ام حبیبه از وقتی که زینب از کوفه رفت نذر کرد گفت تا بیبیمو نبینم هر کاروان اسیری که بیاد من نون و خرما پخش میکنم همه اسرا غافل ها می اومدن نظرشو ادا می کرد شاگرداشو می فرستاد یه وقت دید شاگرداش دارن بر می گردن خانوم دید نظر همه این حضورات تو دستشونه نونا خورمه ها همه تو دستشونه خود چرا پخش نکردیم پس این حضوراتو خب ما اومدیم پخش کنیم یه خانومی بین این اسرا بود نون و خرماها رو گرفت به ما برگردون گفت ان صدقت علینا حرام دیدن ام حبیب چادر زر کرد گفت بلند شین بریم یه خبریه اومد گفت به من بگید بزرگ این قافله و این کاروان کیه دید همه با دست یه خانوم قد خمیدن نشون میدن خوب دقت کنم میگم شاگرد بیبی بوده یه اوم رفت با انسان جلو بیبی گفت خانوم من نظر دارم برای چی نظر منو برگردوندی شما کی هستی میگی ان صدقت علینا حرام صدقه فقط بر خانواده پیغمبر حرامه دید بیبی داره نگاش میکنه ام حبیبه تو نشناختی منو اما من شناختمت هی داره نگاه میکنه گم حبیبه نظرت چی بوده گل نظر کردم تا زینب رو ببینم به همه اسرا نون و خرما میدم گم حبیبه نظرت قبوله من زینبم داره میبینه خانومه ها میگه به خدا باور نمی کنم شما زینب باشی شما کجا خانوم من کجا چرا اینطور شدی قربونت برم باز اصلا باور نمی کنم خودشون میخواد دیدی بعضی میخوان خودشون یه طوری به خواب بزنه میگه من باور نمی کنم به من یه نشونه بده زینب هر کجا میرفت خانوم من هر کجا میرفت داداشش کنارش بود خانوم من بدون داداشش هیچ کجا نمیرم گفت ام حبیبه الانم بدون داداشم نرفتم اما سرتو بالاتر بگیر سایه داداشم رو سرمه از بالای نیزه در قرآن میخونه